با درود و سلام، چکیده اولین تاون هال ما به این قرار است. ما حدود 50 نفر شرکت کننده داشتیم که یک نظرسنجی غیر علمی انجام دادیم. در این نظرسنجی 4 تا پرسش رو ما مطرح کردیم که در واقع به 2 تا موضوع ربط پیدا میکنه. 2 تا پرسش اول این بود که چقدر فکر میکنید طول میکشه تا تغییر رژیم در ایران اتفاق بیفته؟ اکثر قریب به اتفاق کسانی که شرکت کردن این رو بین 3 تا 10 سال دیدن. سوال دوم این بود که چقدر فکر میکنید تو میشه دموکراسی برقرار بشه و اون رو یه چیزی بین 5 تا 15 سال اکثر قریب به اتفاق، بیشتر 6 تا 8% بر این باور بودن که 5 تا 15 سال ممکنه طول بکشه بدون که تعریف کنیم دموکراسی چیه. فقط اونی که فکر میکنن دموکراسی هست یا دموکراتیک هست چقدر طول میکشه. 2 تا پرسش دیگه ما مطرح کردیم و آیا اینکه نقش جامعه مدنی و ایرانیان خارج نشین در تاثیرگذاری در مسائل ایران چقدر خواهد بود و آیا میتونه خارج نشینان، ایرانیان خارج نشین میتونن تأثیری در برقراری و یا رژیم چنج، تغییر رژیم داشته باشن یا نه؟ بازم بالای 65 تا 68 درصد بر این باور بودن که بله، نقش جامعه مدنی خارج از کشور متوسط یا بالا خواهد بود. یه مقدار خیلی کم گفتن نه، ما نقش خیلی کمی خواهیم داشت. این چگیده بحثا بود. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که 1، وقتی ما میگیم جامعه مدنی منظورمون چیه؟ و 2، آیا این نقش رو که صحبت میکنیم چه نقشی هست؟ و چه رابطه ای با مسائل ایران داره؟ من اینجا سعی می‌کنم خیلی خلاصه اینو بگم. ببینید، فکر کنید اینجا ایران، اینجا خارج یا خارج نشینان. ما از 3 تا جامعه صحبت کردیم: جامعه سیاسی، جامعه اقتصادی و جامعه مدنی. ببینید خیلی مهمه که جامعه سیاسی چیه، جامعه اقتصادی. جامعه اقتصادی که مشخصه، جامعه اقتصادی کارآفرینانن، آنترپرنور که دنبال پولن و بیزنس، یعنی کالا، توزیع کالا و تولید کالا و غذا و تغذیه و اینا هستن. جامعه سیاسی مشخصا به دنبال قدرته و وقتی قدرت رو دست میگیره یک حکومت تشکیل میده. بنابراین این سازمان حکومت در ایران وجود داره، در بین خارجی ها وجود نداره. جامعه سیاسی دنبال قدرته. اینی که شما میگین احزاب دنبال قدرتن. جامعه سیاسی مشخصا بایستی سیاس راهکار نشون بده و قدرت رو به دست بگیره. بنابراین جامعه سیاسی مشکل احزابی هستن که میخوان قدرت رو به دست بگیرن. جامعه سیاسی مشخص بود. جامعه مدنی اما با جامعه به طور کل فرق میکنه. جامعه به طور کل همه افراد جامعه هستن، اما جامعه مدنی متشکل از سازمان‌هایی است که در واقع برای منظور مشخصی و بدون به اصطلاح وابستگی به دولت یا حکومت دارن کار میکنن برای دلخواستهای خودشون، برای خواستهای خودشون. حالا بحث اینه که این هم در ایران هم در خارج از ایران در تمام جوامع، جامعه سیاسی وجود داره، جامعه اقتصادی، جامعه مدنی. بحث این که نقش جامعه مدنی چیه و بحث من این بود که اولا جامعه مدنی از آحاد افراد تشکیل میشه، یعنی وقتی آحاد با هم جمع میشن جامعه مدنی رو تشکیل میدن. این 1. 2، این جامعه مدنی هست که در واقع دستور کار یا مندیت جامعه سیاسی و اقتصادی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، یعنی دلخواسته های خودشون متبلور میشه در حرکات سیاسی. یعنی اگه دموکراسی میخوان، اگه هوای بهتر میخوان، اگه شغل بهتری میخوان، اگر میخوان تورم پایین بره، این خواسته هاست. اما وقتی که به طور منسجم و به طور هدفمند ارگانایز میشن، یعنی سازماندهی وجود داره، اون موقع کار مؤثر میتونن انجام بدن و اینجاست که نقش جامعه مدنی بسیار مشخص و پررنگه. به این معنا که این افراد جامعه هستن، یعنی من و شما، همین خودمون در این نیبرهود، در این منطقه راکفیل مریلند یا دی سی واشنگتن مریلند، ما جامعه مدنی رو تشکیل میدیم. ما بایستی ارگانایز باشیم، ما بایستی خواسته های خودمون رو به طور سازماندهی شده مطرح کنیم، ارگانایز بشیم و بعد باعث بشیم که جامعه مدنی، جامعه اقتصادی و بعد در نهایت حکومت جدی بگیره.
برای محیط زیست و همه مسائل دیگه این مشارکت جامعه مدنی لازم و ضروری است. مرسی.